بسیاری از خانواده‌های شیعه هزاره افغانستان مانند بسیاری از مردم بامیان قارنشین هستند و قرن هاست که به حاشیه رانده شدند و مورد آزار و اذیت سنی‌های تندرو قرار می‌گیرند. ساکنان دره بامیان سالها با بخور و نمیری زندگی کردند و بسیاری از آنها که حتی خانه و سرپناهی برای خود ندارند در غارهای موجود در کوههای این منطقه سکونت دارند. اما با از قدرت گیری دوباره سنی های تندروی طالبان، گرسنگی و ترس برای آنها بیش از پیش شده است. خبرگزاری فرانسه در گزارشی به وضعیت این شیعیان ساکن غارهای دره بامیان پرداخته و از درد، فقر و گرسنگی آنها پس از قدرت گیری طالبان مطالب مهمی منتشر کرده است. در گزارش این رسانه فرانسوی آمده، این غارها با سقف‌های گنبدی شکل خود که به صورت بسیار ماهرانه در دل کوه‌ها حفر شده، روزگاری محل تعلیم، عبادت و ریاضت پیروان مکتب بودا بوده. اما پس از تصرف ماه آگوست توسط سنی‌های تندروی طالبان، وضعیت زندگی ساکنان روستای غارهای بامیان که یکی از فقیرترین جوامع افغانستان هستند، بدتر شده است.